با همکارم هستیم لیلی نیکفر از استانبول که لیلی دیروز نبودی؟ من امروز بهت نوروز تبریک میگم، امیدوارم که روز نوروز بهت خوش گذشته باشه. خب ولی خبر زیاد خوبی نیست واقعا. یه خورده بیشتر توضیح بده از این اتفاقی که افتاده، رسانه ها مثل که خیلی راجع بهش واکنش داشتن. سال نو همه مبارک. اول اینو بگم که خب رسانه همونطور که در ترکیه یک در واقع دوگانگی هست بین رسانه هایی که همسو هستن با عقاید و ایدئولوژی های حزب راستگرای حاکم و یک سری رسانه های منتقد که تعدادشون هم خیلی کم هست. رسانه هایی که در واقع طرفدار آقای اردوغان بودن مثل روزنامه آکید یک تیتر بزرگی در صفحه اول زده بود و نوشته بود که از معاهده فساد آزاد شدیم، که این خیلی عجیب و جالب بود. بعضی رسانه ها مثل روزنامه ترکیه که اونها هم از رسانه های نزدیک آقای اردوغان هستن که این رو گفتن که ما چارچوب قانونی خود ترکیه اصلا از زن و مقام زن و خانواده دفاع میکنه. خب و در واقع دولت مردانی که خود میدونیم که خودشون از همین عضو هستن، از همین حزب هستن، در واقع خیلی دفاع کرده بودن از تصمیم آقای اردوغان که در واقع میشه گفت یک تصمیمی که از نظر حقوقدانان غیر قانونی هست، به خاطر اینکه این معاهده در سال 2011 توسط مجلس ملی ترکیه تصویب شده. اگر چنین مجلسی در واقع چنین قانونی رو به خاطر اجرای این معاهده یک قانونی تصویب شده و اگر قرار این قانون فسخ بشه، باید دوباره همون مجلس تصمیم بر فسخ در واقع عدم قابلیت اجرای این معاهده بگیره. برای همین امروز کانون وکلای استانبول هم با نصب یک پلاکارد بزرگ این اقدام آقای اردوغان رو غیرقانونی خواندن و گفتن که این معاهده استانبول برای زنده نگه داشتن زنان ما لازم و ضروری. اصلا لیلی چرا باید در واقع مخالفت بشه؟ حزب راستگرای حاکم چرا باید با یک چنین قانونی مخالفت کنه؟ دو تا بهانه رو که در واقع در ترکیه چه طرفدار حزب حاکم باشن چه نباشن آورده رو کرده و روش در واقع تبلیغات انجام داده حزب حاکم. یکی این که به این اشاره میکنه که این معاهده به چارچوب و بنیان خانواده آسیب میرسونه. چرا؟ چون در این معاهده اومده که در واقع چیزهایی که ما به عنوان خشونت خانگی ازش یاد میکنیم، در فرهنگ حالا سنتی ترکیه اینطور هست که دعوای زن و شوهر مال داخل خونه است، هر اتفاقی ممکنه داخل خانواده بیفته برای دختر بچه‌ها، برای همسر، برای زن در واقع خانه، و اینها رو باید طبق قانون حل نکنیم و بر اساس این خشونت واقع شده یک زن یا یک فرزند دختر نمیتونه پدر یا برادرش رو به صورت قانونی محکوم کنه. این رو مغایر با بنیان خانواده میدونه. از طرفی خب این قانون گسترده است و گروه های در واقع همجنسگرا و یا زنانی که در واقع زنان ترنس هستن رو هم به صورت قانونی تحت حمایت میگیره و این یکی از اون بهانه هاست که حزب حاکم روش مانور میده. ممنونم از توضیحات کاملت لیلی. لیلی نیکفر که از استانبول همراه من بود.